این قسمت کازمیک کانکشنز یه جورایی یه ویژه برنامه حساب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میخوایم در مورد اتفاقی که تو هفته گذشته برای تایتان زیردریایی که ساخته شده بود که توریست رو ببره و بقایای تایتانیک رو ببینن صحبت بکنیم، یکم در مورد خود تایتان صحبت کنیم، در مورد خود اتفاق و تحلیلمون، و البته خبر خیلی تازه است، با هم بررسی بکنیم و در موردش بیشتر بدونیم. اسپانسر این قسمت کازمیک کانکشنز مجموعه ولسی آکادمی هست، یه آکادمی مالی و انگیزشی در واقع که به صورت روزانه مشغول تولید محتوا و کانتنت آموزشی هستن و روانشناسی. البته یه سری میکرو کتابو توی کانال یوتیوبشون همیشه میان به صورت صوتی میذارن و شما میتونید توی اوقات فراغتتون اینا رو گوش کنید، به نظرم به دردتون میخوره، و اینستاگرامشون رو سر بزنید، حمایتشون کنید. مرسی از ولسی آکادمی. خب همونجوری که اول برنامه گفتم، امروز میخواییم در مورد تایتان صحبت بکنیم، زیردریایی که به قصد دیدن بقایای تایتانی، کشتی که میدونید بیشتر از 100 سال پیش غرق شد توی اقیانوس، رفته بود زیر آب و متاسفانه منفجر شد و تمام آدمایی که 5 نفری که توش بودن جونشون از دست دادن. قبل از اینکه در مورد خود تایتان صحبت کنیم، بد نیست یه سری بزنیم خیلی مختصر به تایتانیک، تاریخچه تایتانیک، و ببینیم اصلا چرا انقدر جذاب بوده برای این آدمای، برای خیلی از آدمای دنیا که بخوان اصلا لاشه تایتانیک رو زیر اقیانوس ببینن. 14 آپریل سال 1912 بزرگترین کشتی تفریحی ساخته دست بشر تا اون روز با 2224 مسافر و خدمه به سمت آمریکا از انگلیس حرکت میکنه، در حال حرکت بوده که با یه صخره یخی خیلی بزرگ ظاهراً برخورد میکنه و از وسط میشکنه. البته اینا رو اطلاعاتی هستش که بعداً کشف کردن در مورد این قضیه، و یه عکس هم از اون صخره هست که براتون میذارم، و باعث مرگ 1514 نفر میشه، حالا هم خدمه توش بودن هم مسافر. طراح این کشتی آقای توماس اندروز بوده که خودش هم تو این حادثه جونشو از دست میده، و اینجا شباهت خیلی زیادی داره به اتفاقی که برای تایتان افتاد، و طراح خود تایتان و در واقع مدیر عامل خود شرکت تایتان هم تو این زیردریایی جونشو از دست داد که در موردش میخوایم صحبت بکنیم. بعد از این اتفاق تایتانیک تا سالها مکتشفین و اینا سعی میکردن، محققین سعی میکردن که دستیابی پیدا کنن به تایتانیک که توی عمق 3800 متری اقیانوس مدفون شده بوده. خب این امکان با توجه به سالی که داریم در مورد صحبت میکنیم اون موقع شدنی نبوده. نهایتا سال 1986 چند نفر موفق میشن با یه زیردریایی به این عمق برسن، و بعد از حدود 70 سال برای اولین بار بقایای کشتی تایتانیک رو میبینن و تایید میکنن که این از وسط نصف شده بوده، دک جلوش جدا شده و خلاصه اینو میبینن. پس این اتفاق قبلا توسط انسانهای دیگه هم افتاده بوده. اگر تا اینجاش رو اطلاع نداشتید، نه تنها ربات هایی که زیر آب رفتن، انسان هم قبلا موفق شده بوده این کارو بکنه، و حتی خود این تایتان هم که هفته پیش غرق شد قبلا با موفقیت این کار رو انجام داده بوده. اما کلا داستان تایتان با این مکتشفین و محققین متفاوت بوده. چرا؟ به خاطر اینکه احتمالاً میدونید تایتان یه زیردریایی توریستی بود. چرا؟ ساخته شده بود برای اینکه بتونه یه سری توریست محدود، حدود 4 نفر رو به علاوه خود کاپتانش در واقع ببره زیر آب، که هزینه بلیتش الان نزدیک 250,000 دلار بود این آخرین سفر، یعنی با این قیمت انجام شده بود، ولی جلوتر میرسیم اوایل با رقم 120,000 دلار ظاهرا این شروع شده بوده. این زیردریایی خاص توریستی متعلق به شرکت آمریکایی اوشن گیت بوده که سال 2009 در واقع این شرکت توی آمریکا تأسیس میشه توسط دو نفر به اسامی آقای ریچارد راش معروف، که الان در واقع جونشو تو همین معروف به خاطر اینکه تو این حادثه معروف شد در واقع جونشو از دست میده، و آقای گلرنو سولنین که اگر اسمشو اشتباه نگفته باشم، که ایشون قبل از سال 2019 شرکت اوشن گیت رو ترک میکنه و در واقع میشه یه جوری صاحب اصلی این شرکت رو همین آقای راش گفت. آقای راش 61 ساله که هم مهندس بوده، هم خلبان و هم بیزینسمن، یکی از این 5 نفر بوده، صاحب خود کمپانی بوده، جونش رو تو این حادثه از دست میده، و ظاهرا از بچگی هم سودای پرواز و کشف و اقیانوس و فضا و مثل خود من این چیزا رو داشته، و تو همین راه هم میبینید که جونش رو از دست میده. من خیلی احترام خاصی قائلم برای افرادی که دنبال کشف و دنبال مشاهده میرن، و حالا نهایتا هم سن کمی هم بالاخره نداشته، یعنی اون کارهایی که باید میکرده رو تو حد زیادی انجام داده. این کمپانی به غیر از تایتان 2 تا زیردریایی دیگه هم تولید کرده بوده به اسمهای سایکلاپس و انتیپاد،
که حالا موضوع بحث ما نیستن، میخوایم بریم سراغ خود تایتان و در مورد تایتان صحبت کنیم. ایده ساخت تایتان از سال 2013 شروع میشه، اول به اسم سایکلاپس 2، یعنی به عنوان زیردریایی ورژن 2 از چیزی که قبلا ساخته شده بوده اسم گذاشته میشه، بعد با بوئینگ همکاری میکنن تو ساختش، با ناسا همکاری میکنن. البته تو این اتفاق که افتاد ناسا و بوئینگ توضیح میدن، یه اعلامیه دادن که ما فقط تو مراحل ساخت سری تو ساخت بدنه و اینا کمک کردیم و تو تست و مراحل تست و گرفتن لایسنس های مختلف ما نقشی نداشتیم. در واقع خودشون رو تبرئه کردن از این داستان و خب درست هم هست، این همکاری ها زیاد اتفاق میفته. من دیدم باز دوباره دوستانی که توهم توطئه دارن توی اینستاگرام شروع کردن که ناسا اگر اینجوری بوده پس چرا این شکلی شده. هر اتفاقی برای خود راکت های ناسا هم اتفاق میفته، چه برسه برای یه جایی که قبلا سالها پیش همکاری کرده فقط تو ساخت و طراحی قطعات. این از داستان بوئینگ و ناسا که همکاری کرده بودن اون موقع تو ساخت. خود بوئینگ توی ساخت سایکلاپس در واقع همکاری کرده بوده و بعداً هم ناسا مثل که مشورتای بهشون داده بوده. در ضمن هر جای این اطلاعات، منم مثل شما این اطلاعاتو از اینترنت جمع کردم، ممکنه جای اشتباه باشه، کم و زیاد باشه دیگه، بزرگی خودتون ببخشید. این زیردریایی از جنس فیبر کربن و تیتانیوم ساخته شده بوده، هدف اصلیش هم رسیدن به عمقی بوده که تایتانیک توش مدفون شده بوده، گفتم خدمتتون 3800 متر عمق کمی نیست. این زیردریایی 6 متر و 70 سانت طول، 2 متر و 80 سانت عرض و حدود 9500 کیلوگرم وزن داشته. میتونست نهایتاً به سرعت 5.5 کیلومتر در ساعت برسه. برای 5 نفر به اندازه 96 ساعت میتونست اکسیژن تهیه بکنه که خب خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که مورد نیازش بوده. اصولاً سفرهای این طراحی شده بوده که صبح ساعت 8 دایو رو انجام میداده و تا بعد از ظهر بعد میومده رو آب و خب کمتر از یک روز اکسیژن مصرف میشده، ولی برای 96 ساعت اکسیژن همراهش بوده همیشه. توی قسمت جلویی این زیردریایی همونجوری که تو تصویر میبینید دریچه شیشه‌ای 21 اینچی کار کرده بودن که مثل لنز فیش آی هست در واقع، که تا به امروز این بزرگترین دریچه شیشه‌ای یک زیردریایی هستش. بود البته متاسفانه از بین رفت. مسافرا میتونستن هم از این دریچه بیرون رو نگاه بکنن و هم میتونستن از یه مانیتوری که توی خود اونجا هست یا آیپدی که بهشون داده میشد تصویر 4K که دوربینای 4K بیرون میگرفته رو تماشا بکنن. تو کابین هم حالا چند تا مانیتور کنترل وجود داشته که میتونستن اطلاعات رو در واقع خود فرمانده از روی اون ببینه. خیلی نکته جالبی وجود داره، اینه که کنترلش رو اگر دیده باشید یه کنترل شبیه پلی‌استیشنه، یه جویستیک شبیه پلی‌استیشن بوده که با بلوتوث کار میکرده و اینو میتونسته دست افراد مختلف هم بدن که اینو کنترل بکنه و این قضیه خیلی سر صدا کرده بود. اینو دستی درست کرده بودن برای این قضیه. حالا این زیردریایی ظاهرا چند تا نقطه ضعف اساسی هم داشته. یکیش این بوده که به محض بسته شدن اون هچ، یعنی دریچه اصلیش، تا زمانی که دوباره روی سطح آب نمی اومده بعد از دایو یا شیرجه، کسی نمیتونست از داخل این دریچه رو باز کنه. یعنی باید می اومده سطح آب، اون کشتی که اینو راهی میکرده دوباره میگرفتتش، با جرثقیل بلندش میکردن و از بیرون باید این هچ رو باز میکردن. این یکی از نقاط ضعفش گفته میشده. به خاطر نوع جنس بدنه و ساختار خود کپسول هم هیچ راه ارتباطی برای فرستادن سیگنال به بیرون درست حسابی وجود نداشته و یه کشتی که اینو راهی میکرده به سمت پایین اون بالا وای میستاده و با مسیج، تکست مسیج باهاشون در ارتباط بوده. من تو ویدیوهایی که میدم خود این آقای راش که صحبت میکرد میگفت که این تکست مسیجا باید خیلی کوتاه میبوده که کمترین در واقع میزان اطلاعات رو لازم بوده جابجا بکنه و با زمان، با فاصله زمانی میرسیده به اون کشتی. اون کشتی در واقع نویگیت میکرده، راه برای این چیز مشخص میکرده باید به کدوم سمت برن و دارن اشتباه میرن یا نمیرن. سال 2018 خود آقای راش اولین بار تست تایتان رو انجام میده به صورت سولو و انفرادی با شیرجه به عمق 4000 متر، یعنی بیشتر از چیزی که این چند روز رفته بوده، و تبدیل میشه به دومین انسانی که با زیر دریایی به عمق میتونه بره. و همون سال هم ظاهرا یک ساعت قطعی ارتباط داشته که کمر رو نگران کرده بوده، ولی خب وقتی اومده بالا فهمیدن که قضیه عادی هستش. خیلی از دوستان هم سوال میکنن که چرا مثلا جی پی اس نداشته، چرا این چیزا رو نداشته. ببینید اصلا جی پی اس تو اون عمق امکان پذیر نیست. یک دو، ما داریم در مورد یک کپسولی صحبت میکنیم با یک بدنه خاص که بتونه فشار اون همه زیاد رو در واقع تحمل بکنه زیر آب، که این کپسول جی پی اس توش کار نمیکنه، اصلا سیگنال جی پی اسی توش دریافت نمیشه. اگر دقت کرده باشید شما خیلی وقت از توی تونل هم که رد میشید جی پی استون قطع میشه، چه برسه به اون عمق و اون بدنه کشتی. سال 2021 نهایتاً با کلی تاخیر و کلی قول و قرار و رجیستری که چند نفر کرده بودن برای اولین دایو توریستیشو تایتان انجام میده و بین سالهای 2021 تا 2022 در مجموع 6 تا دایو موفق داشته که 28 نفر رو هم به عنوان توریست به عمق اقیانوس میبره. یعنی این اولین سفرش نبوده دوستان.
برای فصل 2023 به خاطر شرایط آب و هوا این هی به تأخیر افتاده تا رسید به همین چند هفته پیش و نهایتا توی 18 جون در واقع این اتفاق افتاد با 5 نفر که رفتن و یکی از این 5 نفر هم خدای راش بود. حالا میخوایم بریم سراغ آدم هایی که توی این کپسول گیر افتاده بودن و جونشون از دست دادن. آقای راش رو که بهتون معرفی کردیم. یکی از این آقایون آقایی بوده به اسم همیش، 51 سالش بوده، بیزینسمن انگلیسی بوده که ایشون هم به عنوان یه توریست به فضا قبلا سفر کرده بوده. اینا چیزای کمی نیست که در مورد آدم صحبت میکنیم. چندین بارم به قطب سفر کرده بوده، چند تا رکورد مختلف داره توی پروندهش و کاش ما همه بتونیم مثل این آدما زندگی بکنیم. من دیدم خیلیا بهش خیلی تهمت زده بودن، خیلی به خودم دایرکت زدن که این آقا نمیدونم، یعنی چون فقط پول داره ما نباید بهشون حمله بکنیم. این آقا پولش بهترین استفاده رو کرده. به نظر من کاش همه آدمای دنیا یاد بگیرن از پولشون اونجوری که دوست دارن. نمیگم حالا حتما برید فضا، برید اعماق دریا، استفاده بکنید. حالا این نکته جالبی هم که در مورد همین آقای همیش وجود داره اینه که ایشون چند روز قبل از دایو، فکر کنم یه روز قبل از دایو، یه پست میذاره و حالا من پستو اینجا براتون میذارم با چند تا عکس و میگه که باعث افتخارمه که با تایتان میتونم برم و تایتانیکو از نزدیک ببینم و متاسفانه اینم آخرین پست پیج ایشون هست. نفر بعدی آقای هست به اسم پاول هنری، 77 سالش بوده، ایشون فرانسوی است. ایشون هم یه مکتشف و محقق اعماق اقیانوس ها بود، یعنی رشته تخصصیش اصلا این بوده که تو اقیانوس ها بررسی میکرده همه چی. و لقب جالب ایشون هم مستر تایتانیک بوده. ببینید چقدر جالبه که شما تمام عمرتون رو تو 77 سالگی مشغول کشف اقیانوس ها هستید، بهتون میگن مستر تایتانیک، بعد برای دیدن لاشه تایتانیک میرید و کنار خود تایتانیک هم مدفون میشید. خیلی اتفاق جالبی بود برای من، به قول قدیمی ها خوشا به سعادتش. نفر بعدی شاهزاده داوود، 48 ساله بوده، بیزینسمن پاکستانی انگلیسی که همراه پسرش آیه سلیمان، اگر اشتباه نکنم که 19 سالش بوده که بیزینس میخونده سلیمان تو انگلیس، تو این کپسول قرار داشته و خیلی ها به ایشون گیر میدن که چرا پسر 19 سالت رو با خودت برده بودی و این داستان ها. من دیگه وارد اون جزئیات نمیشم، تصمیم گیری رو میذارم به عهده خودتون. فقط جالبه که بدونید این دوستان مثل عمل جراحی قبلش باید یه پیپری رو امضا میکردن که آقا بگن که این خطرات این سفر رو ما میدونیم و هیچ چیزی مربوط به در واقع احتمالاً به خاطر مسائل بیمه و اینجور چیزا بوده. یعنی اینا با ریسک، با قبول ریسک اینکه این اتفاق میفته این تصمیم رو گرفتن. بریم سراغ خود حادثه. روز 18 جون 2023، یعنی همین هفته پیش قبل از ضبط کردن این برنامه، این زیردریایی با این 5 نفر ساعت 8 به آب انداخته میشه و طبق پیش بینی قرار بوده که تا ساعت 3 ظهر دوباره به سطح آب برگرده. حدود 1 ساعت و 45 دقیقه میگذره و بعد از اونجا به بعد آخرین سیگنال رو میفرسته که حالا جلوتر به نتایج جالبی هم میرسیم و ارتباطش با اون کشتی روی آب قطع میشه. تا اینجا به خاطر اینکه قبلا این اتفاق هم افتاده بوده خیلی چیز غیر طبیعی به نظر اون آدما نمیرسه. گارد ساحلی یکم با تأخیر بعد از ظهر دیگه کم کم متوجه این میشه که دیگه سیگنالی نیومده و باید جای نگرانی هست. الان نگرانی شروع میشه تو اولین قدم ها که متاسفانه تو تحقیق ها من دیدم گفتن که با تأخیر هم این کار انجام شده بوده. فردای اون روز یعنی 19 هم، یه هواپیمای 330 هرکولس رو برای تحقیق اولیه میفرستن روی سطح آب که ببینن نکنه این اومده رو آب جای گوبوگور شده و اینا. منطقه رو کامل بررسی میکنه و یه کار خیلی مهمتری که این هواپیمای 330 میکنه، یه دونه سونوبوی، حالا سونوبوی چیه بهش میگن، یه میکروفونای مخصوصی هست شبیه لوله استوانه‌ای بهش میگن آندر واتر سونار، که اینو توسط هواپیما یا کشتی میندازن توی اقیانوس وقتی میخوان که صدا از سیگنال ضبط بکنن زیر آب، مخصوص این کار ساخته شده این بوی ها و میفرستن و اتفاقا اونجا یه نویزی هم میشنون که روز اول اعلام کردن که ممکنه که امیدواری هست که این دوستان دارن این سیگنال رو میفرستن، ولی ظاهرا اون آخرین سیگنالی که تو ساعت 1 ساعت و 45 دقیقه بعد از دایو فرستاده شده بوده شاید صدای همون ایمپلوشن یا انفجار درونی خود کپسول بوده که بررسیش میکنیم. در این حال بلافاصله چند تا کشتی هم میرسن به منطقه و شروع میکنن به سرچ کردن و نهایتا هم یه اتفاق خیلی جالبتر که مشخص کرد قضیه چیه، فرستادن ROV ها هست به زیر آب. حالا بریم ببینیم مثلا ROV یعنی چی. ROV مخفف Remotely Operated Underwater Vehicle هست که میشه یه جورای ربات های طراحی شده برای رفتن زیر آب توی اقیانوس. این ربات ها میرن و از روی زمین روی کشتی در واقع کنترل میشن، مانیتور دارن، تصاویر رو میتونن ببینن و دیگه توشون انسانی نیست و خیلی راحت تر این کار انجام میشه. اما خب بالاخره بعد از چند روز جستجوی بسیار پرهزینه و خسته کننده و امیدوار کننده متاسفانه همین ROV ها
روز پنجشنبه صبح، یعنی همین چندین ساعت پیش، تو عمق 3800 متری لاشه، در واقع در کنار لاشه خود تایتانیک، بقایای این کپسول رو، کپسول تایتان رو توی اول نوکش رو پیدا میکنن و بعدم جای مختلفش پیدا میشه تو چند تا زون مختلف و متوجه میشن که متاسفانه این کپسول منفجر شده بوده. در واقع ما بیاید به اینجوری بهتون بگم، منفجر شدن با متلاشی شدن فرق میکنه. ما یه اکسپلوژن داریم که میشه انفجار به سمت بیرون، و یه ایمپلوژن داریم یعنی انفجار به سمت درون. این حالت مچاله شدن، اون فشار آبی که تو اون عمق هست، یه حالت مچاله شدن در واقع برای این داستان به وجود میاره. گفته میشه که حتی وزنی که تو اون فشار آب تحمل میکنه شبیه اینه که یه دونه برج میلاد یا یه ساختمون یه بیلدینگ تاور خیلی بلند به تنهایی وزنش رو یک نفر آدم باشه. دیگه حساب بکنید چه اتفاقی براتون میفته، که البته خب این میتونه خیلی مرگ لحظه‌ای و بهتری برای سرنشینان تایتان باشه. من تو همین دو سه روز پیش همش خب اخبارو پیگیری میکردم و به این داشتم فکر میکردم، حتی استوری هم گذاشتم که اگر این دوستان قرار بودش که یه مرگ طولانی مدت رو با تموم شدن اکسیژن تو اون اعماق جای گیر کرده باشن و تجربه بکنن، چقدر مرگ تلخیه. و دریچه رو هم که نمیتونستم باز بکنم، باز میکردنم اتفاقی نمیافتاد. من تصورم این بود که اونجا دارن یخ میزنن و اکسیژنشون تمام میشه، که خب مرگ دردناکتری بود، مخصوصا که دریچه دارید و بیرون رو هم میبینید. ولی تا اینجای کار فعلا مشخص شده که نتیجه یه انفجار درونی بوده. حالا یه سری سوالا برای همه تو این مدت پیش اومده بود، این که چجوری نمیشد با سیگنال اینا رو ردیابی کرد. توضیح دادم در موردش که جی پی اس چرا تون محفظه و تون عمق کار نمیکنه. بعد بحث این بودش که همه میپرسیدن چرا صحبت از یخزدگی این دوستان هست، مگه اونجا نباید به مرکز زمین نزدیک میشیم گرمتر بشه؟ نه اینجوری نیست. یخزدگی به خاطر اینه که ما سطح آب رو در واقع نور خورشید گرم میکنه، تا یه عمقی رو گرم میکنه و از جامعه پایین تر خیلی سردتر هست و دیگه تو 3800 متری اصلا نوری وجود نداره. یعنی خود این تایتان هم با پروژکتور همه جا رو روشن می‌کرده و این مربوط هست به این داستانی که می‌گفتن چرا ممکنه یخ بزنه. در آخر می‌خوام به این نکته اشاره بکنم. از صبح خیلی هم این دایرکت رو زدم به من، خیلی نظرهای مختلفی تو اینترنت خوندم، خیلی استوری دیدم. تو همین چند روز ظاهرا یه کشتی پناهجوها با نزدیک 800 نفرم غرق شده و متاسفانه جونشون رو از دست دادن. خیلی ها دیدم که دارن حمله میکنن که چرا رسانه ها اینقدر به این قضیه تایتان رسیدگی میکنن و به قضیه پناهجوها رسیدگی نمیشه. من میخوام کامنت خودم اونجا بدم و نظر رو میسپارم به عهده خودتون. من میدونید که همیشه آنست، خیلی راحت نظر خودم رو میگم، ترسی از کسی ندارم. به نظر من اینجوری نیست دوستان. هر نوع مردنی، هر نوع کشته شدن این ناراحت کننده است، چه اون دوستان پناهجو، چه یه ساختمون که آتیش میگیره، چه همین 5 نفر. جون هر انسانی مهمه، فرقی نمیکنه پولدار باشی فقیر باشی. دیگه مگه اصلا مهمه وقتی داری میمیری چقدر پول داشته باشی که ما بگیم چون اونا پناهجو بودن کاور نشده؟ اگر کاور نشده بود من و شما خبرشو نمیخوندیم. دلیل این که من و شما برامون خبر تایتان بولتر میشه و رسانه‌ای تر میشه چند تا چیزه. یک، خبر متفاوتیه. ما خبر غرق شدن کشتی پناهجوها رو بارها خونده بودیم که حالا توی سواحل استرالیا، کانادا اگر اشتباه نکنم، این اتفاقا زیاد افتاده بوده. اما در مورد یه اتفاق این شکلی خیلی یونیک، این که اصلا به پول ربطی نداره، این اتفاق یه اتفاقی بوده که خیلی خاصه و ممکنه هر 100 سال یه بار یه همچین اتفاقی دنیا تجربه بکنه که چند نفر برای اکتشاف میرن، فارغ از بحث مالی بازم میگم. و این اتفاق معلومه خبرگزاری ها و مدیا طبیعتاً دنبال خوراک رسانه‌ای متفاوت تری هست، مثل چیزی که براتون تعریف کردم. پس این دلیل این نیست که اینها دارن حتما با دلیل اینو کاور میکنن و پناهجوها. همه این کشته شده ها مهم هستن برای همه آدم های دنیا. حالا ممکنه رسانه شیطنت میکنه بیشتر اینو کاور میکنه و اینکه نمیکنه. از دید من همه چی مساویه، چه اون دوستانی که اونجا به خاطر شرایط سختشون بالاخره مهاجرت این شکلی انجام داده بودن، دیگه اون برای من قابل احترامه. این دوستان 5 نفری که این تو بودن و برای کشف اکتشاف در واقع کنجکاوی های ذهنشون رفته بودن این کار کرده بودن، برای من خیلی قابل احترامن. پس دیدگاه من اینجوری نیست که مدیا اونو کاور کرد اینو نکرد. اگه نکرده بود شما اون رو هم نشیده بودید. میدونم که خیلیاتون موافق نیستید با من، ولی بالاخره نظر من این شکلیه. به نظر من هر دو اتفاق به یه اندازه تلخه، تعدادش مهم نیست. یه روزی هم دو تا ساختمون، دو تا تاور میریزه و تعداد بیشتری میمیرن. یه روزی خود تایتانیک با 1500 تا کشته بوده. یعنی این تعداد همیشه زیاد و کم هست. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم دنیایی داشته باشیم پیش رومون که کسی مجبور به مهاجرت این شکلی نشه. کاش کسی مجبور نشه وطنش رو ترک بکنه، پناهنده جایی بشه و تو این راه پناهندگی ببینید چقدر باید شرایط سختی براتون ایجاد کرده باشن که شما تن بدید به یه سفری که میدونید همچین ریسک بالایی داره.
و همین دیگه. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. برنامه تلخی بود ولی امشب پلنت پخش میشه، ببینید و اونجا بخندید. خیلی چاکرم.